این مورد بیشتر گفتگو کنیم با خواهی یاسین حبیب رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان سلام و وقت شما بخیر خوش آمدید به تشکر ممنون آقای بیب در حالی که همه انصارها و خواسته ها از طالبان در این چنین یک شرایط کاش میزان خشنت ها در افغانستان است و آنچنان که در ناتو اشاره میکنه که اینا فشار میرن با پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان که این خوشنت ها کاهش یابه واقعا چقدر طالبان تن خواهند داد به این کاهش خشنت ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صبح خیر عرض می کنم با شما و به همکاران محترم شما همچنان به های عزیز تلویزیون شما چه در داخل و چه در خارج اولتر از همه انشالله که هم وطنان ما ویروس کرونا را جدی بگیرن و مطابق دستورات و فرمایشات مسئولین وزارت صحت آمه و همچنان طبق دستورات نیروهای امنیتی ما گشت از گشت گذاره بی جای در جاده ها و شهر و در مرکز ولایات خودداری بکنم. خواهر محمدی بر شما بهتر معلوم است که نیروهای مسلح مخالفین دولت و مردم افغانستان به هیچ نوع فیصله های جامعه جهانی توجهی ندارن و امروز ما و شما شاهد یک سلسله تحرکات و عملات و تاجمات انتحاری و انفجاری و, و جنگ های از انا در, در بعضی از, از ولایات ناامن هستیم که و چگونه در کشتار مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان به خصوص نیروهای, قب... نیروهای امنیتی کشور ما متوسل میشن در حالی که ما و شما میبینیم که جهانیان منتظر یزی هستند که باید گروه های طالبا و, و همچنان و سایر نیروهای مسلح مخالفین دولت و مردم افغانستان و کایش خشونت تن بدهند و از کشتار مردم بیدفا و مظلوم بی و بیگناه و بیسلای افغانستان منصرف شوند و بروند مذاکرات رو بیارند زیرا امروز همه جهانیان حتی همسایه های ما در مجموع همه جنگ در افغانستان رای حل نمی دانند فقط و فقط چیزی که می تانه که حلال مشکلات افغانستان باشه مسئله مذاکرات هست و میز مذاکره هست که اگر طالبا و هر گروهی که امروز اونا و ایسلاد وارد جنگ در کشور ما هستند مردم افغانستان می کشند و ایران می کشور ما را خواهشاتی که ندارن خواسته هایی که دارن بهتر ایست که اون سر میز مذاکره مطرح بکنن در حال بله. ای... با توجه به حملات که از طرف طالبان صورت میگیره ممکن است که تن به این گروه با کاهش خوشنتا و زمینه مساعد شود برای اینکه حکومت بیشتر رسیدگی بکنه به اینکه شهروندان کشور مبتلا نشن به بیماری کویت 19 اولا خوب ببینین خواهر محمدی با کمال تاسف باید ارز بکنم که طالبا هم تحریک اسلامی طالبا هم طالبای افغانی هم اولاد می وطن هستند فرزندان می وطن هستند اینمی وطن زادگاهشان هستند برادرای مسلمان اینمی اینمی مردم می وطن هستند جز از از ملت ماست اونا هم دیگه دلشان به حال این مردم بسوزن اونا مسلمان ایدای مسلمانی خب دارن. دلشان میسوزن نشانه های از این وجود داره ما, ما, تا جایی که میبینیم شما ببینید این صفات اجتماعی را بعضی از از, از کشتارهای دست جمعی که نا به صورت باره انجام میتن برادران ام ام وطن مسلمان خود که امروز دینمی صفحات اجتماعی دست و دست نشن واقعا واقعا اولناک است و شتناک است دردآور است من نمیفهمم که اینا چه قسم قلبهایی دارن چه قسم دلایی دارن که با اون قسم برادران مسلمان خود در میدان ها میکشن به صورت دست جمعی من نمیفهمم که اینا آیا خدا رو در نظر میگیرن آیا اینا روز بشر در نظر میگیرن آیا اینا روز قیامت در نظر می آیا اینا, اینا مرگ خدا در نظر دارن آیا اینا میفهمن که بعد از مرگ پرسش میشه بعد از مرگ پرسان میشه دادگاه او زمان دیگه دادگاه پروردگار دایر میشه از همه مسلمان ها کسایی که دای مسلمانی دارن پرسان اعمال نشانه کنه که اگر اعمال بد کرده باشند ما چه بینا ای مسائل در نظر میگیرن ما تعجب میکنم واقعا باید ذهنمت یک شرایط اساس که امروز اموطنان مظلوم ما از یک صبح خواهر محمدی فقدان اقتصاد بیداد اقتصاد مشکلات اقتصادی بالای وطن بیچاره بالای اموطنان بیچاره و مظلوم ما فشار وارد کرد که ناره در خانه های خود شاندن ولی ایران ماندن که ما که اگر در خانه های خود بشنیم قرنطینه بکنیم چی بخوریم ما خب می میقز از طرف دیگه این ناامنی را شما سعی کنین این این ویروس کرونا را ببینیم آقای بیب در این چنین یک شرایط خطرناکتر است افزایش خشنت ها ام. کشمکش های سیاسی عنوان سی شده حتی سفیران اتحادیه اروپا بر این اشاره کرده که بیشتر این چنین فشارهای سیاسی یا کشمکش های سیاسی میتونه که همون نهاد اعتبار نهادهای دموکراتی را تضعیف بکنه شرکای اروپایی افغانستان را سرد میسازه و رو روز به روز حکومت از درون تهدید میکنه بدون شک بدون شک بدون تردید خواهر محمدی باید محترم جناب دکتر سبز شبغنی و آواریونش ام یک یک تیم خاصی که در محولش است و همچنان محترم جناب دکتر سبز عبدالله و امکاراش باید بفهمند که امروز جامعه جهانی با خصوص امریکا و اروپا و همه متحدینشان معتقد به می هستند که در افغانستان ملت مسلمان و مظلوم بیگنا و بی‌دفاع افغانستان صاحب یک حکومت مشروع نیستند به خاطر از این خود دیدن روند انتخابات ریاست جمهوری سال پاره دیدن با اونم نارسایی ها و مشکلاتی که داشتن امروز افغانستان با فقدان یک دولت مشروع واحد مردمی و ملی نیست مواجه هست و دنیا هم از این آیت تشویش دارن و می خاطر همه اظهار تا دیروز خراسی هم آقای غنی می گفتن که اتحادی اروپایی ها مدافعین جدی ماستن حکومت ما را تایید در حال که حال, نظر اونموی اتحادیه اروپا و متحدی نشان و یه هست که باید جناب دکتر سبب افغانی جناب دکتر سیب عبدالله عبدالله اگر واقعا بر, بر کشور خود عشق دارن اگر واقعا بر مردم خود این متحد و میروان هستن دلسوز هستن با هم متحد شوند یک دولت واحد خوب اصولی و اصولی را خبیر از طریق توافقات سیاسی و خاطر از این کال خب یا که قدر غرض سر مسئله انتخابات است او خب دنیا اقتضایش در شد که ا... یعنی مشکلات بس... که در حال حاضر جریان داره به ویژه افزایش و خوشنت ها این که تاکید صورت میگیره که باید کاش پیدا بکنه همش برمیگرده به این که یک دولت قدرتمند وجود شک. نداره و کشمکش سیاسی هست در اینجا بدون شک خواهر محمدی ما همیشه طریق رسانه ها به خصوص در قیامی رسانی خوب ارزشمند کشور ما میره گفتیم که تا زمانی که داکتر اشرف غنی داکتر عبد و آواریونشان با هم متفقن روی یک حکومت ملی و درست خوب توافقی اینا به فیصله نرسند یک اقدام جدی نکنند شما باور کن اون طالبا خودشان علنا میگن که ما ارگز این رئیس جمهور افغانستان بنامی افغانستان آقای اشرف غنی را ما قبول نداریم و بخ... تایید نمیکنیم رسمیت نمیشناسیم به خاطر که ای از طریق یک انتخابات جعلی و تقلبی و مندسی شده امرا با امراه با مشکلات دغدغه ها به وجود آمدند پس راه حل در این چی میتونه باشه هر گاهی که خواهر محمدی امی دو شخصیت ما جمع آواریونشان از خدا بترسن از دنیا شرم بکنن به حال امی ملت ملت بیچاره رحم بکنن از از این ویرانی کشور خود دلشان بسوزن با هم متحد شدن توافق بکنن ای, ای روحی انصار طلبی و خود خایا و خود کامگیارا دور بگذارن با هم متحد شوند به یک فیصله عادلانه خوب معقولی که رضایت همه طرف ها نه تنها همه طرف ها که عبارت دو تیم انمی دو تیم پیشتاز که یعنی تیم سواتمگرایی و تیم دولت ساز رضایتشان رسول شود بعض جناهای دیگه هم که هست در افغانستان احزاب قوی نیرو گروها گروه ها نهادهای جامعه مدنی ما روشن های افغانستان اینا هم اینا رازیشان سر یک حکومت درست قوی اگر اگر اینا توافق کردن واقعا از خواسته های نفسانی و شخصی خود سلیقه های شخصی خود منصرف شوند با هم متحدن یک حکومت به وجود بیان دیگه برای طالبان بانی هم نمیماند طالبان ماذر میشه بر مذاکره ادامه مذاکرات و دست با یا به کاهش خشونت یا به آتش بس اونها هم او 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 دست میزنند متوسل میشن و در افغانستان در افغانستان در قسمت برقراری سال اقدامات جدی صورت میگیره و هم در برابر این ویروس کشنده کرونا که واقعا ملت ما را تهدید به مرگ میکنه ملت ما را تهدید به نابودی میکنه در برابر از این هم یک مبارزه درست جدی و اصولی و خوب و متحد صورت میگیره همه با کمال تاسف با کمال اگر این چنین نشه آقای حبیب این که مردم بیشتر در معرض خطر قرار خواهند گرفت اگر این چنین نشه اینجا خود ما با صراحت میگم که وزرگای ما خود در ارگای خود نشستن از همه از همه لذایت زندگی دنیا اینا برخوردار هستن ای وای به حال این ملت بیچاره این مردم مظلوم بی و بی دفاع که در آتش رنج ها و مصیبت ها و ویروس ها و امراض بدبختی ها و جنگ ها می و دیگه کسی هم جز پروردگار کسی به داد از اینا نخواهند رسید ولی بیتر است که ببینید جناب دکتر سبشرفغنی جناب دکتر سبدالله و نتان ببینید دلتان به حالی وطن بسوزد بدر دلتان بایی مردم بسوزد فریادهای مظلومانی مردم از طریق رسانه ها شما در مرکز ولایت نمیشنوید که شما خواهان یک جهتی و وحدت و عمدیلی و همسویی هستن عرفای شما نمیشنوید امیدواریم که بشنوید تشکر سپاس از اینکه که حضور یافتید و خیلی سپاس از شما وقت هم وقفه